سلام، خوبید؟ به فصل تازه فصل مشترک خوش اومدید. همونطور که میبینید حال و هوای برنامه‌مون یه مقدار عوض شده، یه مقدار خونه تکونی کردیم و سعی کردیم بر اساس نظراتی که از شما دریافت کردیم بتونیم برنامه رو یه مقدار تغییرش بدیم تا بلکه بیشتر مورد سلیقه شما قرار بگیره. همیشه میگن که تغییر باعث میشه که آدم بتونه از اون چارچوبی که بهش عادت کرده خارج بشه و بتونه یک فضای جدیدی رو تجربه بکنه. گرچه که تغییر برای خیلی از ماها اونقدر ساده نیست، ولی اگه واقعا دنبال تغییر نریم و نخوایم که عوض بشیم، شاید هیچ وقت نتونیم اون چیزی رو که آرزو داریم بهش برسیم و اون فضایی رو که دوست داریم تجربه بکنیم بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. همونطور که در فصل گذشته این برنامه با ما همراه بودید، ازتون خواهش میکنیم که در این فصل پیش رو هم با ما همراه باشید و ما رو با پیشنهادات و نظراتتون راهنمایی کنید تا بتونیم برنامه‌ای براتون تولید بکنیم که مفید باشه و مورد سلیقه‌تون قرار بگیره. جهان رسانه‌ها برای خیلی از ماها جهان شناخته شده‌ای نیست و بسیاری از ماها بر اساس اون چیزی که در افکار عمومی رایج هست راجع به خیلی از رسانه‌ها قضاوت می‌کنیم. برخی هامون به تئوری توطئه باور داریم، برخی هامون هم فکر می‌کنیم هر چیزی که در رسانه‌ها پخش و منتشر بشه لزوماً درسته و مولا در ارزش نمیره. اما یک گروهی هم هستند که در این بین قرار میگیرن و در حقیقت اونها نه بر اساس افکار عمومی و نه بر اساس اون تئوری که هر آنچه که در رسانه پخش بشه درست و صحیح هست عمل میکنن و سعی میکنن که اون مطلبی رو که از رسانه میبینن یا میشنون و یا میخونن بر اساس اون آمار و اسنادی که وجود داره قضاوت بکنن و روش فکر بکنن و منطقی راجع به مسائل تصمیم بگیرن. همونطور که ابتدای برنامه اشاره کردم، ما حال و هوای برنامه‌مون رو کمی تغییر دادیم و یه آیتمای تازه‌ای به برنامه‌مون اضافه کردیم. یکی از این آیتما این هستش که شما میتونید هر بار مهمون این برنامه باشید و نظراتتون رو با ما و دیگر بیننده‌هامون در میون بگذارید. این بخش عنوانش هست فصل من، فصل تو، فصل ما. بریم قسمت اول این بخش رو با هم ببینیم و نظری که از دوستامون رو راجع به بی‌طرفی رسانه‌ها بشنویم. یک المان بسیار مهم که به نظر بنده میرسه تامین کنندگان و تشکیل دهندگان و بنیانگذاران یک رسانه به عنوان یک ارگان و یک سازمان هستند. بسیار دیده شده که این افراد وابسته به جناح‌ها و احزاب و گروه‌های فکری متفاوتی هستند و هر کدوم سعی بر این دارن که نظرات و اون ایدئولوژی که از دل اون خودشون برخواستند رو به جامعه هم تزریق بکنن و جامعه و افراد به اون سمت سوق بدن. بسیاری از رسانه ها از دل همین جناح‌ها به وجود میان، به خاطر اینکه این جناح‌ها و احزاب میخوان که اون تفکر خودشون رو تبلیغ بکنن و چه چیزی بهتر از رسانه. خب مسلمه تا وقتی که این افراد وابستگی های خاص خودشون رو داشته باشند اون رسانه به هیچ عنوان بی‌طرف نخواهد شد و در نحوه انتقال خبر، تهیه خبر و پردازش خبر اون افکار دخیل خواهند بود. خب نظر این دوستمون رو راجع به بی‌طرفی رسانه شنیدیم. شما در این خصوص چطور فکر میکنید؟ راه‌های تماس و ارتباط با ما در طول برنامه براتون پخش میشه و میتونید هر زمان که دوست داشتید از طریق اونها با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو برامون بفرستید. اما حالا بریم نظر کارشناس و میهمان برنامه این هفته، آقای کامبیز توانا که خبرنگار شناخته شده‌ای در رادیو فردا هستند رو با هم ببینیم. ایشون در گفتگوی کوتاهی که با من داشتن و بخشش رو در برنامه امروز میشنوید و میبینید در خصوص بی‌طرفی رسانه ها صحبت کردند. به نظر توی دنیای امروز رسانه چقدر میتونه بی‌طرف باشه؟ اصلا میتونه بی‌طرف باشه؟ اگر بخوایم بگیم رسانه میتونه بی‌طرف باشه، مثل اینه که به نظر من مثل اینه که میتونیم بگیم که آیا اخلاق میتونه نسبی باشه یا نه. ما بیسیکلی یه چیزایی داریم که اشتباهه.
هر جوری هم بریم از هر طرفی نزدیکش بشیم امر خطاست، اشتباهی نمیتونه درست باشه. به همون نسبت نمیتونه اخلاق تو کانتکست زمان متفاوت باشه. نه به هیچ وجه. کشتن امر مذبوحیه. حالا تو هر ظرفی، تو هر زمانی، تو هر نسبیتی نه. ما به هیچ وجه نمیتونیم کشتن رو عمل اخلاقی تصور کنیم. عمل غیر اخلاقیه. حالا هر دلیلی چیزی کنیم. حالا توجیه میشه برایش زیاد آورد ولی نیست. به همون نسبت هم بی‌طرفی فهم میکنم. باید باشه جز برسانه. هیچ نسبی نیست که کسی بتونه باشه یا نباشه. باید بی‌طرف باشه رسانه برای اینکه بتونه کارش انجام بده. اگه بی‌طرف نباشه رسانه نیست. وقتی اینکه بی‌طرف باشه به هر حال رسانه رو انسان‌ها اداره می‌کنند و انسان‌ها هر کدومشون از یه بک‌گراند میان تو یک فضای تاریخی و یا حتی جغرافیایی خاصی رشد می‌کنند و یه سری خصوصیات خاص شخصیتی دارن بسته به اعتقادات مذهبی یا باورهای سیاسیشون بالاخره یه اعتقادات شخصی دارن. چطور امکان پذیره که هیچ کدوم از این اعتقادات رو توی کاری که انجام میدن دخالت ندن و بتونن خیلی بی‌طرفانه این عمل رو انجام بدن؟ بعضی از حوزه‌های کاری مثل محیط قانونمندی میمونه که مهم نیست شما بیرونش چجوری هستین، وقتی پاتونه میذارین تو باید مقررات اونجا رعایت کنین. کما اینکه شما وقتی که سوگند پزشکی یاد میکنین مهم نیست که بک‌گراند ذهنی شما یا اجتماعی شما چیه، شما موظف هستین به یه سر امور اخلاقی و غیر اخلاقی که به عنوان یک پزشک انجام بدین. شما وقتی یه مدرسه میرین مهم نیست چه نوع تفکری دارین، پاتونه که تو مدرسه میذارین باید به قوانین مدرسه احترام بذارین. اگه نمیخواین نباید پاتونه بذارین اونجا. یه سری استانداردهای کاری هست تو هر محیط کاری که اجازه نمیده شما هر جوری دلتون میخواد اونا رو برداشت کنین. محیط رسانه هم همچین محیطیه. وقتی میگن خط قرمز میکشن به عنوان مثل جدایی دین از سیاست، مثل سکولاریسم، مثل چرچ اند استیت، اینم جز به همون حوزه است. بی‌طرفی مطلقه. شما موظف نیستی وظیفه تحت نظر شخصی خودت رو به هر شکلی به ذهن خواننده یا بیننده یا شنونده تزریق کنی. وقتی میگی که این خط قرمز ها رو باید کشید و بر اساس اونها عمل کرد، چه معیار و مقیاسی هست که این خط قرمز ها رو بر اساس اونها تعریف بکنیم؟ حالا هر کسی که بخواد اصول یک رسانه رو پایه‌گذاری بکنه بر چه اساسی این خط قرمز ها رو تعریف میکنه؟ بر اساسش بیشتر تعریفش تعریف استاندارد و بدیهیات اخلاقی است. برای مثلا رسانه بی‌طرف قاعدتا نباید توی مسائلی نسبت مثل نسل کشی، مثل نقض حقوق بشر، مثل نقض حقوق اطفال، مثل بیرحمی به کودکان یا جنایت جنگی نمیتونه اصلا به اینا بی اثر باشه، باید نسبت به اینا موضع داشته باشه. یه سری دیگه از خط قرمز هست که شما عقل جمعی و حرفه کاری، یعنی اینا رو امروز که کسی اختراع نکرده، از زمان شکل‌گیری رسانه تا الان مدام بحث شده، نظر شده، به تمرین کردن، بررسی کردن، یه جایشو بالا کردن، یه چیزی پایین آوردن، ولی به یه عقل جمعی یا یه کامن سنسی رسیدن که چیا رو داشته باشیم، چیا رو نداشته باشیم. وقتی مشترکاتش همه برای این معتقده که مثلا نجات پرستی حمایت نمی کنیم، خشونت رو ترویج نمی کنیم، تجزیه طلبی رو پیگیری نمی کنیم، از دیکتاتوری حمایت نمی کنیم، نقض حقوق افراد کودکان زنان رو زیر پا نمی ذاریم، این اصولی هست که تقریبا همه باش متفق القول معتقدن که این خطوط قرمز هست، این حد مرز هست و از اینا رو نباید کنار گذاشتی ازش عبور کرد. پس یه برداشت جمعی وجود داره که در نهایت منتج به این میشه که اون اصول اولیه پایه‌گذاری بشه. من باور دارم خرد جمعی باعث شده که به تدریج این ارزش‌ها ساخته باشه و به این چیزی برسه که ما امروز سعی می‌کنیم داشته باشیم. پس مطلق نیست. مطلق نیست. پس تغییر می‌کنه. تغییر می‌کنه. متأسفانه تغییر می‌کنه. بخاطر اینکه رسانم یه چیز جامد سفت نیست که بگیم اینه. خیلی‌ها با هر شکلی خودشون رو رسانه میدونن ولی ممکنه رسانه نباشن. بعد رسانه اهداف و ابجکتیوی که تعریف میکنه شاید ماکیاولیان باشه خیلی، ولی واقعا هدف وسیله رو توجیه میکنه توی قضیه رسانه. رسانه برای هدف یک پایه‌گذاری میشه، بر اساس اون کار میکنه. خب به نظر خودش چقدر میتونه اخلاقی باشه؟ به نظر خودشون میگن که ما رسانه هستیم و رسانه داره این کارو انجام میده. یه مثال براتون میزنم. شما فرض کنین که شما یه لیوان آب دستتونه و روی این لیوان آب نوشته این آب مسموم است.
حالا شما میتونی بری چک کنی با یه نفر ببینی آیا این واقعا آب مسموم هست یا نه، یا اینکه میتونی همینجا دست به دست بکنین که من گفتم این لیوان آب مسمومه، شما هم حواستون باشین لیوان آب مسمومه اینا. کدومش امر اخلاقی، کدومش امر غیر اخلاقی؟ اگه شما کارت خبر نکنه، به نظر من موظفی بری نفر رو پیدا کنی که این آبو تست کنه، ببینه آزمایش کنه، ببینه آب مسموم هست یا نه، و بعد با خیالات بگی این آب مسمومه نخورین یا آب مسموم کنین. ولی وقتی اساس فکت ها و اون بله، ولی وقتی شما فکر میکنی که من که کار بعد به من چه ربطی داره چیز کنم، من اینو دست به دست میکنم روشم زده آب مسموم هستیم، به من چه ربطی داره؟ شما میتونی بگی من رسانه هم دارم دست میرسه، ولی از نظر اخلاقی و از نظر حرفه‌ای نه، این کار رسانه نیست، کار رسانه اینه که حداقل وریفای بکنه. پس اینجا یه سوال دیگه پیش میاد، آیا رسانه اصلا رسالتی داره در تغییر فرهنگ جامعه یا نه صرفا وسیله است برای انتقال افکار؟ نه، رسانه اون چیزی که انتقال وظیفش داره زبان، هنر یا میدیوم‌های دیگه. نه، رسانه وظیفش آگاه سازیه، شفاف سازیه، یعنی چه اتفاقی داره میفته، پیش زمینش چیه، در چه بستری اتفاق میفته، نتیجه احتمالیش چیه. نه، رسانه نمیتونه بگه من رسانم فقط میخوام منتقل کنم، نه، موظف کما اینی که شما ممکنه یه صدای انفجار بشنوی تو خیابون، ولی نمیتونی بگی که حالا بذار دست به دست میشه میبینیم چیه. میخوای رسانه بگه که چه اتفاقی افتاده، چه ساعتی، کی بوده، چی شده و تبعاتش چی بوده. رسانه موظفه که شفاف کننده باشه تو هر موضوعی. ممنونم که در فصل تازه، فصل مشترک، اولین قسمتش با ما همراه بودید و برنامه رو تماشا کردید. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. صفحه فیسبوک ما جایی است که میتونه میزبان نظرها و پیشنهادات شما در خصوص برنامه‌هامون باشه. اگه احیانا پیشنهاد و یا انتقادی نسبت به برنامه دارید، میتونید از طریق آدرس ایمیلی که در زیر صفحه میبینید همیشه برای ما ایمیل بزنید و نظراتتون رو برامون بفرستید. مثل همیشه فکر می‌کنیم پیدا کردن پاسخ هر پرسشی میتونه ما رو یک قدم برای رسیدن به یک فصل مشترک نزدیک‌تر کنه. تا برنامه بعد، هوای همو داشته باشید.